با درود به همه شما. همطور که میدونید برنامه ما شامل بر این هست که اگر هنرمندی یا شخصیتی دارای حرفه‌ای، فنی و یا نظر به خصوصی ما اینجا باش مصاحبه میگذاریم و باش سخن خواهیم گفت. خانم ترانه جوانبخت که مهمان این هفته ما هست، نه در یک مورد یا دو مورد بلکه در چندین حوزه مختلف علمی و هنری فعالیت داره. خانم ترانه جوانبخت فوق لیسانس فیزیک دارن، دکترای شیمی دارن، در فلسفه تحقیقات زیادی کردن و یک کتاب فلسفی جدیدی با فلسفه‌ای که خودشون دارن. ایشون شاعر هستن، نقاش هستن و همینطور موزیسین هستن، ترانه ساختن، ترانه‌هایی که هم پاپ هست و هم کلاسیک هست. ترانه، به برنامه ما خیلی خوش آمدی. چطوری وقت گیر آوردی که این همه مسائل فنی، علمی و هنری در این سطح برسی؟ فعالیت من تو هر زمینه به فعالیتم در زمینه های دیگه کمک میکنه. در زمینه نویسندگی و شعر چندین کتاب من دیدم که به هر کدوم برای خودش جایی داره. کتاب هرم، چهار راهی که به راه پنجم میرسید، من از درخت زمان هفت میوه چیدم، شهر شعر تبعیدی ندارد و وقتی که بدون وقت صیادم. در نویسندگی کتابی دارید به اسم سراب و خود شما عنوان کردید که راجع به پست مدرنیسم بیشتر علاقه دارید که کار بکنید. و این پست مدرنیسم فرقش با مدرنیسم چی هست در شعر و در نویسندگی؟ به طور کلی متن مدرن متنی هست که پیوسته است. موضوع متن از قسمت ابتدای شما در نظر بگیرید تا قسمت وسط و انتها تغییر نمی کنه، ولی متن پست مدرن یه متن قطع است، یعنی کاملا حالت غیر پیوسته داره. علاقت رو به هر حال به چه سمت و سویی میخوای ببری؟ فلسفه، شعر، نویسندگی، موسیقی و یا علم، شیمی، فیزیک، کدوم؟ شده که در این مقطع کوتاه از زندگیم یک یا دو رشته رو ول کردم، به بقیه پرداختم، دوباره اون رشته رو ادامه دادم و سعیم این هست که از هیچ کدوم برای هیچ کدوم نزنم. کتابی که می نویسی راجع به فلسفه، فلسفه عادت هست. بله. و این رو چجوری توضیح میدی؟ عادت یعنی چی در فلسفه؟ گرایش درونی، حالا چه در بشر چه در کل هستی شما در نظر بگیرید، این گرایش اگر که در یه مقطع زمانی به صورت تکرار در میاد اسمش عادت هست از در مفهوم فلسفی. و من بیشتر کارم روی نقد عقل محض کانت هست و خود عقل محض رو مورد نقد قرار میدم که اصلا میگم عقل محض ما نداریم. فلسفه من بیشتر در واقع در انحصار قرار گرفتن عقل هست در شبکه عادت‌ها و تمایل و گرایش به تکرار حوادث در برهه‌های مختلف زمانی. در واقع شما این عادت رو به جای عقل محض می نشانید؟ نه، در واقع عادت‌ها یا گرایش‌ها به طور کلی به تکرار حوادث در مقطع‌های زمانی، اینا به صورت یه شبکه من در نظر میگیرم که عقل رو در خودش جا میده، یعنی جای عقل رو نمیگیره، ولی در شما بخواید در این شبکه نقاط تشکیل دهنده شبکه و رشته های اتصال بین این نقاط رو در نظر بگیرید، همه اینها عادت هایی هست که ما از بد به کودکی پیدا میکنیم. برای من و همینطور تماشاچی های ما که احتمالاً خیلی بهتر از من میدونن، ولی خب به هر حال یه عده‌ای هم هستن که اطلاعات متوسطی دارن، یک مثال راحت تری میشه بزنید؟ عقل رو ما اگر عقل عملی در نظر بگیریم، کودکی که به دنیا میاد از بعد به تولد این عقل عملی در اون رشد نکرده، در حالی که از همون بعد به تولد عادت میکنه به نگاه مادر، بعد عادت میکنه به نور، به صدا و به عوامل فیزیکی که دور و برش هست. خب ما اگر که بخوایم مرکزیت بدیم به عقل از نظر در واقع عامل گرداننده کل هستی، باید عقل رو به صورت عقل محض کانت در نظر بگیریم. خب عقل محضی که در واقع جدا از فکر رو امانوئل کانت معتقد بود. بله. جدا از کل هستی است. نه میگفت که جدا از فکر و جدا از حسیات میشه بررسیش کرد و عقل محض رو در واقع برای شناخت متافیزیکی، برای شناخت کل هستی، علل پیدایش هستی پیشنهاد کرد. بله. منتها من
فکرم این هست که عقل رو نمیشه اولا از فکر و حسیات جدا کرد. این یه مورد، یعنی ما عقل محض نداریم. و مورد دیگه این که اصلا عقل در حصار عادت‌ها هست. شما از بعد به تولد در حصار عادت‌ها و تمایلات به تمایلات درونی، گرایش‌های درونی هستیم که پیدا می‌کنیم به تکرار حوادث، به تکرار پدیده‌هایی که دور و بر ما رخ میده. منتها این عادت رو در واقع ما میتونیم کلی‌تر در نظر بگیریم، برای کل هستی به جای عادت بگیم گرایش درونی به تکرار حوادث، که دیگه در واقع به بشر و به انسان محدود نکنیم. با خانم ترانه جوانبخت هستیم، فیلسوف، نویسنده، شاعر، نقاش و مابقی. این کتاب فلسفی که شما نوشتید اسمش چی هست و چه خصوصیاتی داره غیر از اینکه راجع به عادت هست؟ کتاب من مشتمل بر 800 صفحه هست به اسم ماراتون به توان فردا. بخشی از ماراتون به توان فردا. خب بعد بخشی از این کتاب متافیزیک من هست به اسم نتیسم یا شبکه گرایی، که بحث عقل هست در شبکه عادت‌ها. منتها این کتاب غیر از این بخش فلسفه بخش‌های دیگه هم داره که شامل نقد‌های من، ترانه‌های من، نمایشنامه‌ها، فیلمنامه‌ها، ترجمه‌ها و همینطور یک مجموعه 8 داستان کوتاه. برابری این 800 صفحه‌ای که گفتید فقط فلسفه نیست، چند صفحه‌اش بود یا چه مقدار از این کتاب راجع به فلسفه تو؟ میشه گفت یک رساله 50 صفحه‌ای هست. بقیه‌اش کلیاتی هست از کارهاتون. کارهای جدیدم هست. بسیار. حالا بریم سراغ نویسندگی. من این کتاب سراب رو خوندم و به نظر میرسه که این زوج جاری که میکنند میخواهند که سیاستمداران دنیا رو با دردی که ممکنه این سیاستمداران، با رنجی که این سیاستمداران به مردم دنیا در واقع میرسانند نصیحت بکنند، وادارشون بکنند که اون رنج رو تحمل بکنند که به دیگران این رنج رو نرسونن. کتاب سراب که در واقع داستان نیمه بلند هست من نوشتم، در مورد جنگ امریکا و عراق هست. من توی شعرتون دیدم که شما از شباهت خود کلمات استفاده کردید و یا اگر اینکه واژه‌هایی هستن که فعل و فاعلشون یا مفعولشون جا به جا بشه، همون ممکنه یک معنی دیگری رو برسونه. ببینید، دنیایش برای من یه دنیای خیلی گسترده است. در خیلی از کتاب‌های من شما اصلا بازی زبانی نمی‌بینید. بیشتر تشبیه هست، استعاره هست. نظریاتی دارید راجع به وضعیت زنان و از این اصل دفاع می‌کنید که زنان می‌بایستی چند شغله باشن. منظور از این شعار برای کشورهای صنعتی پیشرفته هست و یا اینکه در یک سطح جهانی شما این اعتقاد رو دارید که زنان می‌بایستی چند شغله باشن؟ این فکر رو فقط برای کشورهای جهان سوم ندارم. این فکر در من برای همه افراد بشر هست، ولی برای خانم‌ها بیشتر تایید می‌کنم تا برای آقایون، به خصوص در کشورهای جهان سوم. برای اینکه فکر میکنم زنها از همه توانایی هاشون در عرصه‌های مختلف استفاده کنن، دید کلی جامعه به تدریج تغییر میکنه نسبت به اونها.